در خدمت خانم نجمه خدمتی هستیم. ایشون مدال طلای بازی های اینچون رو کسب کردن، مدال برنز بازی های آسیایی رو، و خودشون توضیحات کامل رو در ارتباط با ورزششون، در ارتباط با میزان تمریناتشون و موفقیت هاشون برای بینندگان سایت جهانی امداد قهرمانان میدن. خوشحالم که در خدمتون هستم و سلام عرض میکنم خدمت. به نام خدا منم سلام عرض میکنم. خب من حدود الان 3 ساله که عضو تیم ملی هستم و از سال 90 وارد تیم ملی شدم توی رده سنی نوجوانان. شرکت کردم توی مسابقات آسیایی و توی سال 2012 تونستم مدال طلا رو بگیرم توی چین، و سال بعدش توی مسابقات کویت تونستم مدال نقره رو بگیرم، نایب قهرمان بشم توی رئیس نوجوانان. و سال بعدش هم سال 2014 توی بازی سه اینچون که بزرگ سالان بود مدال طلا رو گرفتم، و امسال هم تونستم مدال برنز جهانی رو بگیرم و سهمیه المپیک ریو رو هم بگیرم. بسیار عالی، تبریک میگم خدمتون. خانم خدمتی عزیز، برای بازی های کویت و انتخابات کویت چه کردید و چطور پیش بینی میکنید؟ خب من و خانم احمدی سهمیه المپیکمون رو گرفتیم و حالا منتظریم مسابقات کویت اونجا بتونیم مدال آور باشیم، ولی نمیتونیم سهمیه بگیریم. امیدوارم بتونم به فینال اون مسابقه هم راه پیدا کنم و مدال آور باشم. بسیار عالی. در طور با انتخاب رشته تیراندازی و میزان تمریناتتون و اصلا دلیل تصمیم اینکه چرا تیراندازی توضیح میدین برای عزیزان و مخصوصا خانم های بیننده؟ خب من مادرم حدود 10 سال مربی تیراندازی هستش. خب از طریق مادرم وارد این رشته شدم و سال 90 وارد تیم ملی شدم. شرط تمرینیمون هم یه روز در میون صبح تا ظهر، و بعد از ظهرم تا ساعت 6-7 ادامه داره، که حالا با این حجم تمرینی فکر کنم نسبت به رقیبامون خوبه، ولی امکانات حالا یه خورده کمتره. امیدوارم بهتر بشه تا بتونیم موفق بشیم توی همه. خانم خدمتی، این میزان تمرین و این همه به اصطلاح این که سرتون شلوغه بابت تمرینات ورزشیتون، چجوری با زندگی ارتباط برقرار میکنین؟ چجوری به کارهای دیگه زندگیتون میرسین؟ حالا تحصیل، زندگی شخصی و خیلی چیزای دیگه. خب تحصیلم هم الان ترم 2 تربیت بدنی هستم. خب حالا دارم در یه ست ادامه میدم، ولی خب تیراندازی تا حالا المپیک فکرمی های خورده مهمتره برام، دوست دارم موفق بشم و بیشتر وقتم رو توی تیراندازی و اردو ها میگذرونم. بسیار عالی. خانم خدمتی، ما از سایت جهانی امداد قهرمانان خدمتون هستیم، سایتی که در واقع هدف و کار اصلیش شناسایی ورزشکارانیه که پیشکسوتان، قهرمانانی که به نوعی از ورزش فاصله گرفتن و خب به هر حال مشکلاتی براشون پیش اومده در زمینه کار، خانواده و خیلی چیزهای دیگه، و حتی بعضن دچار اعتیاد شدن. ما از طریق عزیزانی که ورزش دوست هستن، خیرینی که دوست دارن که این کار رو به اصطلاح کمکی توش داشته باشن، این عزیزان رو شناسایی میکنیم و سعی میکنیم که اینها رو در جهت بهبود زندگیشون تلاش بکنیم، به ورزش، به عرصه زندگی برشون گردونیم، و مهمتر از اون بعد از احیا شدنشونه که در صحنه زندگی و ورزش باقی بمونن، یعنی بتونن به عنوان یک انسان عادی دوباره زندگی معمول و پر از افتخار خودشون رو از سر بگیرن. میخوام نظرتون رو راجع به سایتمون بدونم و اینکه آیا اصلا به عنوان یک بانوی قهرمان در واقع مدالدار دوست دارید که در کنار عزیزان و ورزشکارانی باشید که اگر نیازی به کمک داشته باشن شما هم کمک یارشون باشید؟ خب من خودم که حالا امیدوارم بتونم تا چند تا المپیک توی تیراندازی بمونم و شرکت کنم، و حالا بعدش هم مربی یا داور چیز بشم تا بتونم توی تیراندازی همچنان ادامه بدم، و خب هر کمکی از دستم بر بیاد واسه اونایی که حالا گفتید و ورزش رو ترک کردن و اینا، هر کمکی از دستم بر بیاد میکنم.
بسیار عالی. و میخوام که برای خانوم ها و بانوان و دوشیزه های عزیز و نازنینی که بیننده ای سایت ما هستن پیامی بدید، حالا این پیام ورزشیه یا هر پیام دیگه، خوشحال میشیم بشنوید. خب هر کسی تو هر رشته ای هر کاری که دوست داره میتونه موفق بشه اگه پشتکار داشته باشه، اگه علاقه داشته باشه، تلاش کنه میتونه موفق بشه.